به نشانه بازگشت آرامش و ثبات به سوریه، 60مین دوره نمایشگاه بین المللی دمشق در مراسمی ویژه و با حضور میهمانان خارجی آغاز به کار کرد. عدد دول مشارکه هذا العام 48 دوله. امسال 48 کشور با 1722 شرکت در این نمایشگاه حضور دارند که نسبت به سال گذشته جهش خوبی را نشان می‌دهد و بیانگر موفقیت سوریه در جذب سرمایه‌گذاران برای شناسایی و مشارکت در برنامه بازسازی سوریه است. نشاط اقتصادی موجود بالبلد. پس از حدود 8 سال جنگ، حالا دولت سوریه می‌رود تا بحران را پشت سر بگذارد. و این نمایشگاه را فرصتی برای دعوت از شرکت‌های خارجی به ویژه در کشورهای همپیمان و دوست قرار داده تا در برنامه بازسازی سوریه شرکت کنند. و كما ان سوريا انتصرت في معركتها ضد الارهاب وادواته. سوریه از جنگ جهانی نیابتی تروریست‌ها پیروز بیرون اومده. اگرچه این جنگ بالغ بر 400 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف خسارت وارد کرده، اما با همت و مشارکت کشورهای دوست و همپیمان کشورمان را دوباره آباد خواهیم کرد. حالا سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی باید به نحو شایسته‌ای از فرصت به دست آمده بهره‌مند شوند. 60مین نمایشگاه بین‌المللی دمشق در حقیقت فرصتی بسیار مغتنم برای بازرگانان ایرانی که الحمدلله 54 شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت کردند. حضور ایران برای مشارکت در بازسازی سوریه یک فرصت بسیار مغتنمه برای بخش خصوصی ما، برای بخش‌های فعال اقتصادی ما، تا اینکه بتونن توانمندیشون رو به نمایش در بیارن. در حقیقت در این نمایشگاه ما بخش‌های مختلف صنعتیمون و همچنین ساختمانی و زیرساختیمون حضور دارند. این نمایشگاه فرصتی برای عرضه و فروش کالاهای ایرانی است، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشورمان فرصت‌ها را شناسایی تا میدان را به رقیبان خود واگذار نکنند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از غرفه جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه بین المللی دمشق.